اصل قضیه این نیست که من بیشتر داشته باشم. آخه میدونین مادیات رو هرچی بیشتر جمع کنین، انباشت کنین، حجم بیشتری میشه. انرژی رو هرچی ذخیره کنین یا انباشت کنین، ذخیره کنین، انرژی بیشتری میشه. همه چیزهای مادی اینجوری هست، ولی زندگی اینجوری نیست. زندگی رو نمیتونیم انباشته کنیم، چون زندگی همواره جاری است، با تمامیت خود جاری است. بخواین جلوشو بگیرین، سد کنین، نگرش دارین، انباش جمعش، ذخیرش کنین، یه گوشه میگنده، مثل آبی که یه جو بمونه میگنده. چرا ما اون اشتباه رو میکنیم که فکر میکنیم بیشتر داشتن یعنی بیشتر بودن، بیشتر داشتن یعنی بیشتر زندگی کردن، در صورتی که واقعیت اینه که اینطوری نیست. ممکنه با کسانی برخورد کرده باشین که بیشتر داشتن رو تجربه کرده، بیشتر داشتنه هست تو زندگیش، فراوانی هست، حس خوب نداره، پرشور زیست نمی کنه، شور زندگی درش موج نمیزنه، ارتعاشات وجودیش یه جا گیر کرده، رو به ارتقایی در کار نیست، افسردگی داره، ناآرومه، قرص میخوره، شب خواب نداره، ارتباط عاطفیش خوب نیست، ارتباطات اجتماعیش دچار اختلاله، خودش با خودش درگیر، زندگیش جهنمه، ولی از بیرون نگاه میکنی پرفکته، همه چی تمومه، همه چی تمومه، در صورت که توش هیچی نیست. زندگی رو نمیشه جمع کرد، نمیشه انباشته کرد، نمیشه ذخیره کرد. زندگی رو در لحظه میشه شیرجه بزنی توش، باهاش همراه بشی. زندگی جاریه همواره، با تمامیت خود، و زندگی رو به جلوست. با خودتون خلوت کنین، صادقانه به این مسائل بپردازین، این روز براتون روشن میشه که کجا انرژی بذارم، کجا انرژی نذارم، کجا پارامیمو خرج کنم، کجا پارامی خرج نکنم، کجا تحت فشار بمونم اشکال نداره، کجا یک فشار کوچیک رو بعدش بپردازم برطرف کنم. و این نفر به نفر فرق داره، هیچ دو نفری استراتژی واحد ندارند. سوال داشتین شما؟ بفهم. استاد این پارامی نیاز مثل دارما که با خودمون میاریم یا کارما که بعده، پارامی از کجا میاد؟ یعنی اینکه میگه آدم ها فرق برای خواست پارامی هاشون صندوقشون تفرق داره با هم. بله. ما گفتیم که چجوری مصرف میشه، حالا چجوری پرش کنیم. بله. چجوری داشته باشیم، و اینکه از بچگی نمیتونی باشه برای اینکه یه چیزی نه وقتی بالغ نه از بچگی نیست، نه از قبل از تولد هر کی اینو میاره. ببینین اینکه از بیخ، از اون صفر از کجا اومده؟ خیلی خوب. ببینید ما یه بحثی داریم تحت عنوان کارمای ازلی، دارمای ازلی. چون کارمای فردی داشتیم، کارمای جمعی داشتیم، کارمای خانوادگی داشتیم، کارمای تقدیری زمین داشتیم، کارما انواع و اقسام داره. یک کارمایی هست بهش میگن سینچیت کارما یا کارمای ازلی. کارمای ازلی اون کارمایی است که از بدو فردیت یافتگی به طور منحصر به فرد هممون داریم. فرض کنید این فرضی که دارم میگم غلطه ها، دلیل داره که غلطه. فرض کنید که یک نقطه آغازی هست، یک نقطه پایان. از اون نقطه آغاز تجلی، کثرت، هستی، از اون نقطه آغاز فرض کنید که بیشمار روح فردیت یافته وارد جهانهای متجلی شدن که تجربه کنن. خب هیچ کس هم از قبلش فرض کنیم وجود نداشته. همه رو میگم فرض کنیم چون میدونید در سطوح لطیف‌تر تجلی زمان تا یه جایی معنا میده، از یه جایی به بعد زمان معنا نمیده، همه چیز بی زمانه. ترم یک مفهوم هولوگرافیک رو با هم راجبش صحبت کردیم. جهان یک تصویر هولوگرافیک سه‌بعدی هوشمند پویاست، داینامیکه، دائم در تغییره، ولی همه اینا قانونمنده، تغییراتش هم قانونمنده.
یادتون هست ترم یکو؟ تصویر هولوگرافیک پویای هوشمند دائم در حال تغییر. قانونمندم هست. و وقتی که ما وارد این تصویر پویای داینامیک میشیم، یعنی واقعیت، از همون نقطه صفر همه آزادن. هر کی آزاده هر کار دوست داره بکنه، هر کسی آزاده هر جور دوست داره در حوزه تجلی عمل کنه، رفتار کنه، حرکت کنه. نکته‌ای که وجود داره اینه که هیچ دو روح فردیت یافته یکسان نیستن. تمایلات و انتخاب‌ها و عمل‌ها و کنش‌های هیچ دو روحی یکی و یکسان نیست. و به محض اینکه وارد سطح تجلی یافته میشین، قوانینی وجود داره که ریاضیات محضه. یکیش کارماست. این که شما میگین کارما از کجا اومده، از بیخ دارما کارما از کجا اومده، هر حرکت این روح فردیت یافته ای که کاملا آزاده، هر قدم هر حرکتی میکنه، هر کنشش واکنش ایجاد میکنه، هر عملش عکس العمل ایجاد میکنه. یادتونه منحنی ها، منحنی ایجاد میکنیم، یه جای دیگه منحنی میاد پایین و شکل واقعیت ما رو تغییر میده. کارما اینجوری شکل میگیره. از ابتدا هر روح فردیت یافته که از وحدت به کسرت به تجلی وارد میشه، آزاد هر کار بخواد میتونه بکنه، ولیکن هر حرکتش تبعات داره، تبعاتی که قانونمند عمل میکنه، قانونمند محاسبه میشه، قانونمنده. به همین دلیل از همون ابتدای مسیر حضور در سطح تجلی مسیرها تفاوت میکنه. هر کی از یه جا میره، هر کی از یه جا دیگه سر در میاره. به همین دلیل اینجا هم که متولد شدیم، کارمای هیچ دو نفری یکسان نیست. متوجه شدین چی شد؟ بفهم. از کجا میدونیم کارا میدونیم برای چه خرج کنیم؟ دست طلب به هر چی میزنه طلب شد. مثلا میگم من خودم شاید نخوام، ولی همه چیز تو بهترین شکلش داره اتفاق میفته. من از کجا بدونم دارم کارا رو خرج میکنم یا لطف خداست این برای من؟ چون تقاضای درونی من نیست. همین جوابتون همینه. من میخواستم به این برسم، گفتین خودتون. شما وابستگی ندارین و تقاضای درونیتون نیست. همین پاسختون همین بود. خودتون پاسخو دادین. چون بعضی وقتا دغدغه من این هست، بیشتر داشتن، برای بیشتر بودن، در صورتی که کیفیت بودن ما ربطی به این نداره که ما چی داریم، ربط به این داره که ما چی هستیم. اگه شما چنین درکی دارین و از روی هیچ وابستگی ندارین، خودتون اون پاسخی که دادین درسته. سوال داشتین شما؟ بفهم. قضیه که الان مقصش هست و این که حالا این دونه پرنده، بله، اون یکی آسمانی، این یکی زمینیه، بله، نقش چاکرای چهار اینجا چی میتونه باشه؟ چجوری میتونه کمک بکنه به این که، بله، چاکراهای زمینی مسیرشون تغییر بکنه؟ بله، ببینین چاکرای، بله، میگم بوی ترم 5 میاد. بله، احتمالا تشویق میکنیم. ببینین در واقع داستان اینه که چاکرای قلب نه فقط از این جهت، بلکه از جهت اینکه عرض کردم این وایبریشنال سیگنچر یا امضای تشعشعاتی ما رو در واقع مدیریت میکنه، از اونجا داره تابش پیدا میکنه، هم بر روی سه تا پایینی ها هم روی سه تا بالایی ها تأثیر داره دائما. و احساسات و عواطف ما، رویکرد ما نسبت به موضوعات مختلف زندگی باعث میشه که عملکرد چاکرای پنج تغییر کنه. میدونی نقش محوری داره. همین حرکتی که من الان خدمت شما عرض کردم که از دو طرف است، باز این اون بخش مرکزیش قلبه. حتی تو پارامی اشاره کردم که شاهد قلب بودن، آگاه به قلب بودن، آگاهی قلبی به خود داشتن پارامی رو افزایش میده. یعنی ربط مستقیم داره، یعنی ربط مستقیم داره. و اون مطلبی که من عرض کردم که نصفه موند خدمت شما که این دو طرف به هم کمک میکنن،
همونطور که پیشرفت در حوزه واقعیت میتونه به اون بخش بالایی کمک کنه، با همون مثالی که زدم، من دغدغم اینه که الان خونه ندارم، احساس ناامنی میکنم، باید چی کار کنم؟ و حالا اگر یه خونه داشته باشم، نه از سر حرص یا طمع یا اینکه یه سرمایه بیشتری، نه، میخوام یه امنیت خاطری داشته باشم به موضوعات مهمتری که اصل اونها هستند برای من، مدت تو این زمان باقی مونده زندگی به اونها بپردازم، نمیخوام دغدغه این مسائل رو داشته باشم. پس این میتونه کمک کنه به حرکت بالایی من، و حرکت رو به بالای من هم میتونه به حرکت من در حوزه واقعیت کمک کنه. به چه شکل؟ به این شکل که هر چقدر حرکت رو به بالای من، یعنی آسمانی، یعنی معنوی، یعنی باطنی من، به نقطه ای برسه که منو به سطح بالاتری از آگاهی نسبت به خود و دیگران و جهان پیرامونم برسونه، خود به خود نیازهای زمینی من در واقع کمرنگتر میشن، وابستگی های من کمرنگتر میشن، دغدغه های زمینی من خود به خود کمتر میشن. من به این فهم قلبن درونن به این درک میرسم که اصل قضیه این نیست که من بیشتر داشته باشم. آخه میدونین مادیاتو هرچی بیشتر جمع کنین، انباشت کنین، حجم بیشتری میشه. انرژی رو هرچی ذخیره کنین یا انباشت کنین، ذخیره کنین، انرژی بیشتری میشه. همه چیزهای مادی اینجوری هن، ولی زندگی اینجوری نیست. زندگی رو نمیتونیم انباشته کنیم، چون زندگی همواره جاریست، با تمامیت خود جاریست. بخواین جلوش رو بگیرین، سد کنین، نگرش داری، انباشت، جمعش، ذخیرش کنین، یه گوشه میگنده، مثل آبی که یه جو بمونی میگنده. چرا ما اون اشتباه رو میکنیم که فکر میکنیم بیشتر داشتن یعنی بیشتر بودن، بیشتر داشتن یعنی بیشتر زندگی کردن، در صورتی که واقعیت اینه که اینطوری نیست. ممکنه با کسانی برخورد کرده باشین که بیشتر داشتن رو تجربه کرده، بیشتر داشتنه هست تو زندگیش، فراوانی هست، حس خوب نداره، پرشور زیست نمیکنه، شور زندگی درش موج نمیزنه، ارتعاشات وجودیش یه جا گیر کرده، رو به ارتقایی در کار نیست، افسردگی داره، ناآرومه، قرص میخوره، شب خواب نداره، ارتباط عاطفیش خوب نیست، ارتباطات اجتماعیش دچار اختلاله، خودش با خودش درگیره، زندگیش جهنمه، ولی از بیرون نگاه میکنی پرفکته، همه چی تمومه، همه چی تمومه، در صورتی که توش هیچی نیست. زندگی رو نمیشه جمع کرد، نمیشه انباشته کرد، نمیشه ذخیره کرد. زندگی رو در لحظه میشه شیرجه بزنی توش، باهاش همراه بشی. زندگی جاریه همواره، با تمامیت خود، و زندگی رو به جلوست. زندگی رو نمیشه نگهش داشت یا هیچ کاریش نمیشه کرد. پس همونطور که حرکت رو به پایین دغدغه های مادی من رو کم میکنه، باعث میشه رشد اینوری من اتفاق بهتری براش بیفته، برعکسش هم صادقه. رشد اینوری بیشتری که داشته باشم در حوزه اون بخش ذاتی، بیشکل، حقیقی، وابستگی هام و دغدغه های حوزه زمینیم کمتر میشه، رها میشم، در این حوزه هم راحت تر حرکت میکنم. اینا با هم هن، اینا با همه. بفهم آها آها این نشونه ها واقعا قابل اتکا هستن یا؟ توضیح میدم الان. سوالو همه شنیدن؟ نه. بابا یه لحظه اینو بیاری پایین، طوری نمیشه. گفتم اینجا دوربین هست، ولی دیگه در این شدت، نه به این شدت دیگه. خیلی خوب، حداقل یکم بیا پایین تر راحت نفس بکش. نه من جای تو میگم. بله، خلاصه مطلبی که میگن اینه که
آیا میشه بر اساس اتفاقات زندگی که هر روز تو زندگیمون میفته به چشم یک نشانه نگاه کرد و این پیام ها و نشانه ها رو گرفت و بر اساس اینها حرکت کرد؟ نکته. هر وقت صحبت از نشانه ها میشه یک خطای بزرگ ذهنی رو به فکر شما متبادر میکنه. من خیلی با این برخورد کردم. نشانه ها واقعی هن و میتونن راهنمایی کنن، ولی هر جا هر نشانه ای ناقض اختیار آزاد بشه اشکال داره. آگاهی انسان حرف اولو میزنه. آگاهی انسان حرف اولو میزنه. تا جایی که نشانه اصالت نداشته باشه و اصالت با آگاهی باشه، از نشانه ها میشه استفاده کرد، راهنمایی گرفت، نه بیشتر از این. پس نشانه ها واقعا وجود دارن. میدونید زمین و زمان داره حرف میزنه و نشانه میده. یه جاهای دیگه انگار بلنگو گرفته دستش، میگه نکن نکن این کار، نکن 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 این کارو. انگار یکی وایساده اینجا میگه گوشمون رو میگیر، نکن این کارو. واضحه دیگه، میدونید خیلی واضحه دیگه بعضی جاها. و واقعیت اینه که تا هنگامی که اصالت با آگاهی باشه، استفاده از نشانه ها عالیه. چرا که نه؟ چون وقتی ما آگاهانه انتخاب میکنیم، مسئولیت انتخاب خود رو میپذیریم. بعدن تقصیر هستی یا قوانین هستی یا نشانه ها یا خدا یا طبیعت یا تقصیر کسی، میگه من خودم آگاهانه انتخاب کردم، مسئولیتش هم میپذیرم. میدونین بعضی وقتا نشانه ها ما رو میبرن به یه سمتی که از یه جایی سقوط کنیم که رنج بزرگی در انتظارمونه، که 1 میلیارد کالبد طی کردیم که به این رنج برسیم. درسته، تو اون رنجه که میفتیم میگم نباید به نشانه ها اعتماد میکردم. چرا باید میکردی؟ چون این لطف به شامل حالت شد که الان رو طی کنی، بله باید 1 میلیارد کالبد دیگه میومدی میرفتی. میدونین آگاهی میخواد، چون اون لحظه زندگی دائم نوسانه دیگه. زندگی همیشه خوب نیست که، یه مقاطع خیلی خوبه، یه مقاطع اصلا خوب نیست. اون مقاطعی که ما تو حال بدیم یا توی موقعیتی گیر کردیم که نمیخواستیم که توی این موقعیت گیر کنیم، ولی الان گیر کردیم. دیدیم بعضی وقتا هیچ کاریش نمیشه کرد، اصلا به هر دری میزنی نمیشه، هیچی باز نمیشه. در چنین شرایطی من تلاشمو میکنم، تلاشمو من میکنم، ولی اگر تلاش من منجر به نتیجه‌ای که دلخواه هست نشد چی؟ چه وضعیتی برام پیش میاد؟ این منجر به قبض بزرگ میشه. قبض بزرگ. آخه میدونیم ما دائم بحث میاد تو بحث، ولی خب ربط داره به هم. ما دائم دوچار قبض و بست هستیم. همه انسان ها همینجوریان، همه همینجوریان. دائما ما دوچار قبض و بست میشویم. به فارسی میشه گرفتگی و گشایش. قبض و بست عربیه دیگه. قبض انقباض، بست انبساطه، انبساط خاطر، گشودگی دل، قلب، گشایش و گرفتگی. میگه دلم گرفته، دلم گرفته. و وقتی که دل بازه انبساطه، دل گرفته انقباضه. ما دائم قبض و بست داریم. خب یه جاهایی وقتی اون اتفاق میفته، نشانه ها فلان، انتخاب، آگاهی آزاد، مسئولیت رو میپذیرم، میرم جلو، یه سقوط سنگین، این منجر به قبض میشه. چگونه با این باید برخورد کنم؟ چون تو زندگی همه پیش میاد دائم. ببینین یه وقتایی من انقدر آگاه هستم که وقتی دچار قبض میشم میتونم گرفتگی رو برطرف کنم و گشایش ایجاد کنم. من خودم شخصا خودم رو عرض میکنم، تقریبا 30 ساله که مشغول یاد گرفتن این موضوع هستم. از 16-17 سالگی معلم داشتم، معلمین زیاد، و روی این موضوع خیلی کار کردم. و در طول این سالها یاد گرفتم که چجوری وقتی حالت بده ببینیش و بپری بیرون، تبدیلش کنی به حال خوب. من بلدم این کارو. چجوری وقتی حالت بده حالتو خوب کنی؟ یا اگه یه حال بد گنده‌ای داره میاد رو سرت خراب شه،
چجوری مثل پلنگ صورتی بود با اون خونه اومد پایین بعد پرید کنار خونه خورد زمین. چجوری وقتی یکی از اینا داره میخوره تو سرمون آگاه بشیم بعد یه جاخالی بدیم؟ شما یاد میگی من این کارو بلدم، چجوری جاخالی بدم، چجوری بپرم کنار، یا اگه به هم خورد چجوری اینو بشورم ببرم، حالا بچه چجوری اینو خوبش کنم. خب ولی قبض و بست مراتب داره، بعضی وقتا قبض خیلی سنگینه. با اینکه من 30 ساله که دارم این کارو میکنم، مواردی پیش میاد که دچار قبض میشم، نمیتونم ازش بیام بیرون، نمیتونم، زورم نمیرسه، آگاهیم نیست در اون حد، نمیشه، حال بده، گرفتگی هست، قبضه. همه فلسفهشو میدونم، مکانیزماشو میدونم، همه رو میدونم و سالها آموزش دادم و ازش استفاده کردم و ازش بیرون اومدم. با این حال خیلی وقتا مواردی پیش میاد دچار قبضی میشم که قبضه سنگین تر از گنجایش و آگاهی منه، نمیتونم بیام بیرون ازش، گیر میکنم توش. تو این وضعیت باید چیکار کرد؟ خب رنج داره دیگه، حالمون بده. تو این وضعیت رنج رو باید مشاهده کرد، رنج رو باید مشاهده کرد و چشید. این رنج آگاهان است. ترم 2 راجبش صحبت کردیم. سوخت اصلی بیداری است. میدونی وقتی حال بده و خیلی وقت بده و من به هر دری میزنم نمیتونم حالمو خوب کنم و این خیلی سنگینه و لعنتی تموم نمیشه. بعضی وقتا اینجوریه زندگی. این اون وقتیه که شما رو گذاشتن تو کوره. تو کوره گذاشتن. آتیشه، آتیش میسوزونه. بعضی وقتا این آتیش انقدر ادامه پیدا میکنه تا آدمو خاکستر میکنه. آتش میسوزونه، میسوزونه، ولی عامل گداختگی است. زغاله رو یادتونه؟ مثال زغاله رو یادتونه؟ ترم 2 یه زغال ارزشی نداره که، ارزونه، قیمتی هم نداره که، میشه باش آتیش درست کرد، میشه اینو بچه‌ها تو مدرسه برمی‌دارن پرت میکنن تو سر و صورت هم دیگه، لباس همو باش سیاه میکنن، باهاش رو دیوار نقاشی میکنن، پاتونو بزنی روش پودر میشه، له میشه. زغال دیگه ارزشی هم نداره به لحاظ ریالی، 1000 تومان بدین اینقدر بهتون زغال میدن. ولی همون زغال وقتی گداخته میشه، سرخ میشه، کسی دیگه نمیتونه دست بزنه، که اصلا نزدیک نمیشه شد. وقتی ما تو کوره هستیم میدونید آتیش هست و این آتش منجر به گداختگی و پختگی میشه، منجر به پختگی میشه. و الان شما و هر کسی که الان اینجا نشسته، هر یک از ما در هر سطحی از آگاهی و پختگی هستیم اکنون، همشون مدیون سختی ها، رنج ها، مصیبت ها، درهای بسته زندگی هستیم. همه همینن، همه همینن. رنج آگاهانه عامل اصلی بیداری درونیه. میگن توی کافه داستانه، میگن توی کافه نشسته بودن، مولانا با کسی نشسته بوده، حالا نگیم مولانا، یه آقایی، یه آگاهی، یه عارفی، یه آدم آگاهی نشسته بوده با یکی توی قهوه خونه یه چایی میخوردن. قضیه مال چند صد سال پیشه. بعد دم در دو نفر با هم دعواشون میشه، حرفای بد به هم میزنن، ناسزا درگیر میشن، بزن به قصد کش داشتن میزنن هم دیگه. اینی که این روبرون نشسته بوده بلند میشه میگه بذار من برم اینا رو آروم کنم، جداشون کنم، اینا میزنن به هم، آسیب میزنن. بعد اون آدم آگاهی که اونجا بوده دستشو میگیره میگه بشین. میلیاردها شاید کالبد گذشته. بخشی از داستان کارما میدونید، بخشی از کارما آزاده، بخشی از کارما رو شما با اون روحی که بهش ایجاد کردی باید تذبیه کنی، راه دیگه ای نداره. معلوم نیست یه بار رو زمین کنار هم قرار گرفتین دیگه کی کجا کنار هم قرار بگیرین، معلوم نیست دیگه، معلوم نیست. بعد دستشو میگیره میگه بشین. اینا میدونی از چه مسیری رو طی کردن تا امروز تو موقعیتی قرار گرفتن که حسابشون رو با هم تذبیه کنن؟ و تو همین الان که یه همچین موقعیت استثنایی پیش اومده نمیخوای بذاری این تسبیح حساب انجام شه؟ تو چی کار؟ به تو چه ربطی؟ بشین، تو چه میدونی تو؟ بذار اون اتفاق بیفته.
میدونید؟ به هر حال این داستان پارامی بود. یه قدم ببریم جلو بحثو. سوال دارین شما؟ شما هم سوال دارین؟ شما بفرمایید، بعد شما بفرمایید. بله خواهش میکنم. شما بفرمایید، بعد شما بفرمایید. خواهش میکنم. من خواستم ببینم بین دارما و پارامی چه تفاوتی هست یا؟ تفاوتش عرض میکنم الان، چشم. تفاوت دارما و پارامی چیه؟ ببینین دارما یکی از معانیش، قبلا راجبش با هم صحبت کردیم، یکی از معانی دارما رسالت شخصی بود، یادتونه؟ رسالت نه به معنای پیامبری، رسالت شخصی، هر کسی رو زمین رسالت شخصی داره. و از طرف دیگه یکی از معانی دارما استعدادها و ویژگی‌های منحصر به فردی بود که با بقیه تفاوت داشت. یکی از معانی دیگه دارما حق هر کس در جایگاه بالحق خودشه. بنابراین شاید معنی دارما بیشتر دلالت میکنه به اون چیزی که باید بهش بپردازیم به عنوان رسالت شخصی، یافتن رسالت شخصی و عمل کردن به رسالت شخصی، همسو شدن و حرکت کردن در جهت رسالت شخصی میشه دارما. پارامی چیه؟ پارامی اعتبارات عین صندوق بین المللی پول، صندوق اعتبارات ارزی، صندوق اعتباری هنر، صندوق این یه صندوقه ولی اعتباراتش باطنیه. یک ثروتی است، یک اندوخته است که حاصل پارامیه. خود کلمه پارامی یعنی کمالات باطنی، فضائل اخلاقی. معنیش اینه دیگه، خود کلمه پارامی در زبان سانسکریت معنیش اینه. به معنای کمالات و فضائل، کمالات باطنی، فضائل اخلاقی. این اون چیزی که میشه پارامی شما. متوجه شدین تفاوتو؟ خواهش بکنم. اینکه شما فرمودین دارما آورده ما از قبل بعدها، بعد صندوق اعتبارات شخصی یا پارامی هم همینه؟ نه، داخلون میاد یا در همین زندگی؟ توضیح میدم بهتون. این یه ذره این مثلا. بله چشم، بله مشابهت دارن با هم. توضیح میدم بهتون. ببینین دارما چیزی نیست که شما هر روز بهش اضافه کنین یا ازش کم کنین. دارما وجه ذاتی داره، هر روح فردیت یافته ای دارمای خودشو داره. ولی پارامی رو هر روز یا هر لحظه میشه افسود یا کاست. حتی ناآگاهانه ما پارامی ایجاد میکنیم، افزایش میدیم یا پارامی از دست میدیم. دارما چیزی نیست که شما هر روز بهش اضافه کنین، ازش کم کنین. دارما وجه ذاتی داره. شما به عنوان یک آگاهی فردیت یافته، روح فردیت یافته، در این مقصد یک رسالت شخصی دارین، برای به دلیلی اومدین، قراره یه چیزی رو پیدا کنین. متوجه هستین؟ درسته که از قبل از تولد هم کارما، هم دارما، هم پارامی مربوط به تولد تا مرگ نیست. ما هم کارما، هم دارما، هم پارامی میاریم، ولی اینا هر ستاشون یک چیز نیستن. متوجه هستی؟ هم میشه چیز دیگه تصور. من قبلا دارما رو تصور میکنم چون که میاری و باید درست کنیم و بریم. اینجوری فکر کردم. دارما عرض میکنم وجه ذاتی داره، منحصر به فرد، دلالت به رسالت شخصی شما داره. پارامی؟ بس دیگه همش. بله. در تمام بله. جان چیز. بله. زندگی ها هست. بله. تغییری نمیکنه. آخه دارما هم چند جور داریم. یه دارمای ازلی داریم، تغییر نمیکنه. یه سوا دارما داریم. سوا دارما دلالت میکنه به مشخصا شغل و رفتار اجتماعی شما در این واقعیت یا در این فضا زمان. اگر شما بتونید در هماهنگی با سوا دارمای خودتون باشین، به دارمای شما کمک میکنه. سوا دارما
دلالت میکنه به شغل یا فعالیت یا رفتار شما در این فضا زمان از تولد تا مرگ. این میشه سبا دارما. چجوری سبا دارما رو میتونیم پیدا کنیم؟ عشق. با چه کاری عشق میکنیم؟ چه کاری رو خیلی دوست داریم؟ ممکنه نون توش نباشه. الزاماً اینجوری نیست که سبا دارما منجر به ثروت زمینی بشه. ولی معمولاً کسی که در سبا دارمای خودش به درستی قرار میگیره فراوانی زمینی هم داره. ولی مطلقاً اینطور نیست. میدونین آخه به کارماش هم برمیگرده. باید ببینیم چه درسایی باید بگیره. میدونید اینا همشون با هم دیگه قاطی هن. تو همن. اینا رو تفکیک شده نمیشه بررسی کرد. اینا تفکیک شده قابل بررسی نیستن. شما هم سوالتون رو بپرسین. به عنوان سوال آخر بحث رو یه قدم دیگه با هم ببریم جلو. بفرمایید. سوالی که راجع به کارم دارم اینه که ما میتونیم جهان هستی برسه ارتعاشات رو بودی هم آدم. و این سوالی که برای من پیش اومده این که آیا من میتونم پارمی همون ارتعاشاته هر لحظه بر اساس آگاهی من سطح آگاهی من قطعا ارتعاشات هم فرق میکنه. یعنی من لازم نیستش که من یه فعالیت بیرونی داشته باشم. حالا من نیت هم دارم مشاهده میکنم ولی مثلا مراقبه قلب خیلی کیفیت زندگی رو بالا میبره. در من که درست. درسته. هر لحظه که بیکارم یا هر لحظه که آگاهم در حال مراقبه قلب این کیفیت زندگی من روابط هم کارم تاثیر گذاشته. این ارتعاشه باعث میشه که صندوق اعتماد کارمی من افزایش پیدا کنه چون من متوجه میشم که چقدر ارتعاشاتم تغییر میکنه. بله. و یه سوالی که پشتبند این سوال میاد اینه که آیا من میتونم کارمی رو صرف به دست آوردن اون کیفیتی کنم که قبلا تجربهش کردم و یه بار از شما سوال پرسیدم تو جلسه ترمسته که خب یه چیزی رو تجربه میکنید و متوجه میشی اصلا واقعیت همونه و تو همه یه چیزای زمینی رو میخوای که برای یه شبهی از اون واقعیت اون شرف درونی رو تجربه کنی. بله. وقتی که به این قضیه آگاه میشی نه اینکه آدم تلاشی میشی چون واقعیتشون که در این همه وقت اینجوری میری اینجوری هم مثلا ناخودآگاه روش میکنی. بله. بله. وقتی میدونی میدونید اصلا ناخودآگاه سیستم زندگیت کند میشه و تو دنبال اونی ترجیح میکنی به جایی که حالا خیلی از کارهای بیرونی رو کنی بشین گوشه خونت و دنبال اون باشی. آها. من میتونم که مثلا با تو هم وجود این پارمی رو سر پیدا کنم که خب اون رو پیدا کنم چون میتونم الان اون چیزی که حداقل سطح آگاهی من میخواد و من میخوام که تجربهش کنم. ببینین من پارامی رو توضیح دادم بیشتر از این جهت که توی مباحثی که این ترم داریم این آگاهی رو داده باشم به شما که آگاهانه تر تصمیم بگیرین برای اینکه به چه شکل واقعیتمون رو تغییر بدیم. میدونین اولا که تغییر واقعیت همیشه الزام یا ضرورت نداره. ضمناً تغییر واقعیت تبعات داره و مسئولیت داره. ضمناً ما داریم چه چیزی رو میدونید خیلی آگاهانه با حرکت کرد. نهایتش میدونید نهایت بحث به کجا میرسه؟ الهی مرا آن ده که آن به. آخرش تسلیمه. آخرش تسلیمه. آخرش رسیدن به تسلیمه. ولی اگر شما بدونین که چه مکانیزم هایی هست و این مکانیزم ها رو بلد باشین و هر وقت بخواین بتونین ازش استفاده کنین با این آگاهی هایی که به شکل جانبی داده میشه یعنی بدون وابستگی میتونین بهتر بازی کنید در واقعیت تو تایم کوتاهی که رو زمین هستین. میدونید این دوره اصلا هدفش این نیست. عرض کردم که چگونه سری پولدار شیم، چجوری سری موفق بشیم، چجوری چون اساسا موفقیت یا ثروت حقیقی این اینجا نیست. اینجا به دست نمیاد. اینجا پیدا نمیشه. نیست اینجا.
و بذارید کم کم با هم بریم جلو. حالا هر جلسه یه تیکه از این پازل هی کاملتر میشه و شما به یک آخر شما به یک کلیتی میرسین که بهتر میتونین تصمیم بگیرین که آیا لازم هست که چیزی رو تغییر بدم؟ تواناییشو دارم، راهشم بلدم، مسئولیتشم میپذیرم و میدونم تبعات داره و میدونم چیزی رو خرج چیزی میکنم. اگه کل این آموزش باعث بشه شما هیچی رو تغییر ندین ولی به درک عمیقی از آنچه اکنون هست برسید، یک گام بلند در جهت وارهیدگی درونی اتفاق میفته. ضمن اینکه شما این روش هم یاد میگیرین، هر وقت بخواید میتونین استفاده کنین، ولی آگاهانه.